با سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. خب طبق روال ببخشید همیشگی برنامه های کیمیا خطا باز هستن و میتونید تشمیل روی خطوط و سوالات خودتون رو مطرح کنید. عزیزانی که میخواین تحت نظر ما باشین یا اینکه میخواین مکمل های غذایی ما رو استفاده کنین یا سوالی دارین و کتاب رو میخواین تهیه کنین، سی دی رو میخواین تهیه کنین، مستقیم میتونید با شماره مطلب ما که پایین نوشته آفیس 818-348-1020 تماس بگیرین و یا عزیزانی که در ایران هستین با همکار ما در ایران تماس بگیرین که اونجا در خدمتون باشن. اگر برنامه های ما رو میخواین دنبال کنین، یکی از بهترین راهاش خب این که برنامه تلویزیونی ببینین. اگر که از نظر ساعتی براتون امکان نداره و مقدور نیست، یه مقدار زیاد از برنامه های ما روی یوتیوب گذاشته میشه، از طریق یوتیوب میتونین اونها رو دنبال کنین و یا اینکه کتاب سرچشمه حیات رو بگیرین که تمام اطلاعاتی که معمولا ما میدیم معمولا در این کتاب هست و به هر حال تمام باورهای من و تمام چیزایی که به هر حال یاد گرفتم در این کتاب گنجونده شده که میتونین با به هر حال ایدئولوژی بنده یه مقدار بیشتر آشنایی پیدا کنین. اگر که میخواهین پیامی هم بدین که به صورت پیشنهاد و یا به صورت نظر و یا ایده و یا انتقاد در مورد برنامه های ما هستش، میتونید با اون پیامگیر ما تماس بگیرین و یا اینکه از طریق ایمیل و یا اینکه از طریق فیسبوک هم میتونین ما رو جوین کنین. دو تا صفحه مختلف هست، یه دونه زیر دکتر هوبان و یکی هم زیر جیکوب هوبان که میتونین ما رو جوین کنین و از اون طریق هم از اون طرق هم با ما در تماس باشین. خب قبل از اینی که خطا رو بخوام بگیرم، جلسه گذشته من یه مقداری راجع به اهمیت دستگاه گوارش باهاتون صحبت کردم که چقدر مهمه. درسته که خیلی مهمه که ما غذای سالم بخوریم، غذایی که میخوریم کیفیتش خوب باشه، ارگانیک باشه، سالم باشه، خیلی چیزها رو نخوریم، خیلی چیزای سالم رو بخوریم و غیره، ولی خیلی عرض کردم مهم هستش که وقتی که ما اون غذا رو میخوریم چه اتفاقاتی بر سر اون غذا میاد، که اتفاقاتی که باید به درستی انجام بشه در درجه اول هضم غذاست، که غذا باید به درستی هضم بشه و برای اون مسئله باید آنزیم های به خصوصی وجود داشته باشه و همه اینها به صورت بالانس و به اندازه باشن. آنزیم های معده، آنزیم های لزول معده، اون بایل و یا صفرایی که ترشح میشه اون باید درست باشه. در درجه دوم این غذاها به درستی باید جذب بشن، یعنی این دیواره های روده کوچک ما که اینها رو جذب میکنه و وارد جریان خون میکنه باید کاملا اون دیواره ها سالم و تمیز و گیراییشون کامل باشه. و بعد مرحله بعدی اینه که اینها به درستی حل بشن و بعد که به درستی حل شدن اینها به درستی باید یوتیلایز بشن، یعنی به کار برده بشن، یعنی ما رو به ما انرژی بدن. و بعد خب مرحله آخر هم که خیلی مهمه به درستی اینها دفع بشن و هیچ گونه بلاکجی ایجاد نکنن. حالا در جلسات آینده ما هر کدوم از اینها رو تقسیم بندی میکنیم و یه جلسه شاید راجع به حذف فقط صحبت کنیم، یه جلسه راجع به جذب و همینجور به میریم تا به طرف یوتیلیزیشن و یا به انرژی و به سوخت و ساز در اومدن و همچنین دفع که بسیار مهمه و اگر دفع ما درست نباشه میتونه به وجود بیاره تمام اون بیماری های مختلف. خب اگر اجازه بدیم میریم سراغ خط اول. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. سوالی داشتم از خدمتتون، میخواستم بدونم که در مورد بیماری ADHD بله. آیا مواد دارویی و غذایی موثره یا نه و چه مواد غذایی باید برای این گونه بیمارا استفاده کرد و چه دارویی؟ این از دارو میشه، یعنی راههای دیگه هست این بیماری علاج بشه کاملا؟ اولا منظورتون از دارو، داروی نسخه شیمیایی یا داروهای گیاهیه؟ هر دو. من راجع به داروهایی که میدن نمیدم شیمیایی نباشه. بله من اون شیمیایی ها رو نه نظری دارم راجع بهشون، نه زیاد همچین موافقم باهاش در بسیاری از مواقع و نه اطلاعات کافی دارم که بخوام راجبش توضیحی بدم که اینا کارش چیه و به چه صورته، ولی به خصوص در مورد بچه ها و بزرگ سالان
در این جور موارد مثل ADD و ADHD و اینا من معمولا داروی شیمیایی و داروی نسخه‌ای رو مگر در مواقع اضطراری پیشنهاد نمی‌کنم. پیشنهادی که من دارم از چند طریق ما میتونیم این مسئله رو تارگت بکنیم. اولا بستگی به سن شخص داره، ولی به هر حالش یکی از مهمتریناش غذاهایی که باید بخورن و غذاهایی که نباید بخورن. یعنی یه چیزایی رو باید بخورن، یه چیزایی نباید بخورن. چیزایی که نباید بخورن معمولا مواد قندیه که خیلی مهمه، و یعنی هر چیزی که شیرینه مگر یه مقداری میوه و غیره، خب اونا اوکی هستش. مواد رنگی، یعنی رنگ‌های غذایی، رنگ‌هایی که مثلا نوشته اینگریدینت رو باید بخونی، اینا خیلی خیلی روی ADHD اثر منفی داره. مثلا یلو نمبر 5، رد نمبر 2، بلو نمبر 7، اینا یه چیزایی هستش که رنگ‌های شیمیایی هست و بسیار میتونه مخرب باشه، به خصوص در ناراحتی‌هایی مثل ADD و ADHD. آرد سفید، جانشینان شکر سفید، تمام این نوشابه های مختلف به خصوص دایتیشون و همشون باید دوری بشه. مواد سرخ کردنی، موادی که محرکن مثل کافئین، مثل الکل و داروهای مخدر و غیره، اینها همه باید دوری بشه. چیزایی که خیلی میتونه مفید باشه، سبزیجات، مهمتر از اون غلات و حبوبات به صورت جوانه، و به طور کلی خب یک زندگی سالم که مطمئن باشین خواب شخص درست و به اندازه باشه، به استرسش و اعصابش برسه. باز میگم من دارم خیلی خیلی کلی صحبت میکنم، سن شخص خیلی مهمه. و علاوه جان پسر من 20 ساله، 20 سال، اوکی. علاوه بر این چیزی که خدمتون گفتم، یکی از مهمتریناش اون یه سری ارب ها و یا گیاهان دارویی، داروهای گیاهی هستن که اونها رو ما میتونیم بدیم، یعنی جزء فرمولای من هستش که خیلی میتونه کمک کنه، خیلی زیاد. و علاوه بر اون اگر لازم باشه یه مقداری بیهیویرال تراپی لازمه، یعنی باید یک به اصطلاح ایوالویشن و یا ارزیابی از زندگی اشخاص بشه، ببینه دوران کودکیشون چجوری بوده، اگر کودکن ببینن اون موقع الان چجوری هستش، حتی زمان بارداری مادر خیلی مهمه که چجوری بوده، و یه ارزیابی بشه ببینیم که چه خبره و چه چیزایی ممکنه همچین مسئله تریگر کرده باشه، و شاید یه مقدار بیهیویر تراپی لازم باشه. و همچنین چیزایی مثلا بایو فیدبک و یا نورو فیدبک هم میتونه در این موارد بسیار کمک بکنه. و به طور کلی یک زندگی متعادل، یه ورزشی و یه هر چیزی به اندازه خودش، و چیزایی که تحریک میکنه همونجوری گفتم مثل کافئین و الکل و چیزای تلویزیون خیلی زیاد، اینترنت خیلی زیاد، کامپیوتر زیاد، همه اینو بعد یه مقداری بالانس بشه که از اون حد زیادش یه مقدار بیاد به حالت تعادل برسه. ما شما داروی به خصوصی دارید برای این بله. بیماری؟ بله، منتها میگم باید مطالعه بشن. بله، که ما ببینیم دقیقاً چه چیزایی لازمه براشون، مثلا چقدر استرس دارن، آیا مثلا از نظر گوارشی، از نظر غذایی، از نظر چطور هستن، دایتشون چجوریه و علائمشون به طور کلی چجوری هست، یه مقدار اینا رو چقدر عصبی هن و عصبانی هن، چقدر گوشه گیرن، همه اینا مهمه که ما باید تحت نظر بگیریم، و بعد از یک ارزیابی یه سری مکمل غذایی و یه سری پیشنهاد از نظر روش زندگی خدمتون میدیم. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. خواهش میکنم، مرسی از تماستون عزیزم. خدا نگهدار. خدا. برنامه کیمیا بفهمین. سلام پس کردم آقای. سلام از بنده است، بفهمین عزیزم. خیلی معذرت میخوام وقتی شما رو میگیرم. سوال راجع به برادرمه که ایشون 72-73 سال دارن و چند ساله که مقدار زیاد، یعنی یه جور عجیب غریبی وحشتناک در واقع عرق میکنن، بیشتر عرق در ناحیه شکم و سینه و پشته، به طوری که اصلا لباسشون خیس میشه واقعا به این صورته. به دکترهای مختلف هم مراجعه کردن، متاسفانه نتیجه ای نگرفتن. بعد من فکر کردم که شاید با صحبت با شما بتونم کمکی بهشون بکنم. نتیجه ای نگرفتن یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه نتونستن تشخیص بدن که چی، اصلا نتونستن یه سر نظری نکردن که دوایی بدن یا توصیه‌ای بکنن، هیچ کاری نکردن. اون وقت گفتین همه جاشون عرق میکنه؟ شکم و سینه و پشتشون. 72 سالشونه؟ بله. 72 سالشونه؟ بله. چند وقته که اینجوری شدن؟
چند سال آقای دکتر این حالت رو پیدا کردن؟ چند ساله؟ اینجور که خودشون میگن در 15 سال پیش با یه سرماخوردگی این ناراحتی به این صورت، البته نبود ولی به تدریج کشیده شده به این صورت. 3-4 ساله که دیگه خیلی سخت واقعا اذیتشون میکنه. و آزمایش‌های مختلف هم کردن ازشون هیچ پیدا نکردن؟ نه خیر، هیچ کاری نتونستن بکنن براشون. اون وقت ایشون الان هیچ گونه بیماری به خصوصی دارن؟ بیماری به خصوصی نه خیر. الان هیچ گونه داروی نسخه‌ای میخورن؟ یه داروهایی میخورن بله، ولی من راستش نمیدونم که دارو چیه، مثل اینکه باید بپرسم خدمتتون بعد از تلفن. آره ببینیم، بعضی موقع ها میتونه یه همچین حالاتی، یعنی البته این بعد کند و کاف بشه، اگر خودشون پای تلفن بودن خیلی بهتر بود. بله بله، چون خیلی سوالا ما میتونیم ازشون بکنیم که ممکنه جوابش شما 100% کامل ندونی که چی هستش، ولی به خیلی چیزا میتونه مربوط باشه، میتونه به سیستم عصبیشون مربوط بشه، میتونه به خاطر استرس خیلی خیلی زیاد باشه، ممکنه تحت مثلا یه سری استرس های مزمن از زمان های طولانی هستن. مثلا بعضی موقع پیش میاد یه شخصی عزیزش رو از دست میده و بعد از اون موقع بعد یه همچین حالاتی براش پیش میاد که اینو تریگر میکنه و ممکنه مثلا به این صورت عرق کردن باشه. بعضی موقع ممکنه اصلا خود غدد تعریقیشون اشکال داشته باشه که اون باید یه مقدار مطالعه بشن ببینن علتش از چیه. من نمیدونم چه آزمایشایی از ایشون کردن چه آزمایشایی نکردن، هورموناشون باید چک بشه ببینن به چه صورته، آیا مثلا ایشون آمپول تستاسترون میزنن مثلا به برای مثال، یا مثلا از این کرمای تستاسترون میزنن، چون بعضی موقع اینا میتونه باعث این مسئله بشه بدون اینکه شخص چیزی مصرف نمیکنن. ولی اصلا یه جور عجیبی آقای دکتر، مثل اینکه واقعا لباس اینو توی آب بزنن اینجوری بله. اینطور خیس میشه تنش، اصلا یه طور عجیبی عرق میکنن. بله، باید کاملا مطالعه بشین. دلایل زیادی میتونه داشته باشه و من خیلی برام مهمه که بدونم چه چیزایی رو تست کردن در مورد ایشون. فرمودین برادرتون هستن درسته؟ بله برادرم. کجا هست؟ شما کجا هستین؟ کجا هستن ایشون؟ ایشون اورگان هستن. خب میتونین بگین با ما یا با تلویزیون یا اینکه اصلا با مطب تماس بگیرن، ما یه کمی کاراگابازی در بیاریم ببینیم چه خبره، چون باید 818-348-1020. بله بله، با اون شماره تماس بگیرین، یه مشاوره میذاریم، من کاملا همه چیزو میذارم زیر ذره بین، انقدر سوال میکنیم تا به اون نقطه منبع و چیز اصلی برسیم که چی بوده که ممکنه باعث همچین ناراحتی شده باشه. خیلی خب آقای دکتر، از لطفتون تشکر میکنم، از وقتی که به من لطف کردین ممنون هستم، ان شاءالله موفق باشید. خواهش میکنم عزیزم، مرسی از تماستون، خیلی ممنون. دوستان عزیز خواهش کنم، من قبل از اینی که خط بعدی رو بگیرم، عزیزانی که تماس میگیرین برای عزیزتون، حالا یا برای فرزندتونه، البته فرزند تو بسته بیداره چند سالش باشه، ولی برای مثلا همسرتون یا برادرتون یا خواهرتون یا پدر مادر و غیره که خیلی هم خوبه، خب کر میکنین، خیلی اهمیت داره براتون، ولی خیلی بهتره که شخص خودش با ما تماس بگیره که من بتونم با سوالاتی که میکنم دقیقا اون جوابایی که میخوامو بگیرم. خیلی از مواقع خب ممکنه شما یه اطلاعات کلی و کافی، یعنی اطلاعات کلی ولی ناکافی و شاید خیلی بدون جزئیات داشته باشین که ممکنه یه جوابی هم بدیم اون جواب شاید کاملا درست نباشه یا کاملا اون حالت رو دقیقا توضیح و توجیه نکنه. اینه که خیلی بهتره که اگر که عزیزی هستین که کسی رو دارین که دوست دارین راجبش صحبت کنین، خودشون اگر تماس بگیرن خب به مراتب بهتره، به خاطر اینکه ما بهتر میتونیم کمک کنیم. و خب برای عزیزانی که نمیدونیم خدمتون بگم که چون بعضی زنگ میزنن میگن او ما حالا معلوم نیست کی بیایم لس آنجلس و غیره، ما با تمام دنیا مشاوره انجام میدیم، یعنی کار ما با تلفن راحت راحت انجام میشه، لازم نیست که شما شال کلا کنید پاشین هواپیما. بعضی از دوستان لطف میکنن از اروپا از این مرحله هواپیما میگیرن میان اینجا برای اینکه ما رو ببینن، ولی از نظر من، از دیدگاه من ضرورت نداره که شما حتما بیاین توی مطب که ما در خدمتون باشیم. تلفنی اگر تلفنی هم کاملا میشه عملیه، به خاطر اینکه کار ما بیشتر با سوال و جواب، اونجوری نیست که ما بخوایم آزمایش بالینی به اون صورت کار به اون صورت بکنیم.
البته خب بعضی موقع توی آفیس نبض و یا توی چشما و زبون و غیره رو میبینیم، ولی نهایتا توی اون اصل ماجرا خیلی تفاوت آنچنانی نمیکنه. اینه که کافیه که با مطب تماس بگیرین که به هر حال ما بتونیم در خدمتون باشیم. من یه موضوعی رو که دفعه پیش الان یک دفعه یادم آمد که حتما راجبش صحبت کنم، راجب دفع بود که چقدر میتونه وقتی که ما دفعمون درست نباشه، البته در جلسات آینده راجب هضم و جذب و حل و به هر حال سوخت و ساز در اومدن اینا صحبت خواهیم کرد، ولی راجب دفع خیلی مهمه که ما دفعمون درست باشه. و یه خانمی قبل از اینی که برنامه رو شروع کنیم تماس گرفتن و خواستن که من راجع به این مسئله صحبت کنم، ولی من فکر میکنم که بهتره که ما از اون هضم شروع کنیم و پله پله بریم تا اون مرحله آخر که دفع هست به اون برسیم. شاید یکی از مهمترین مراحل یکی اولیه که هضم، بعد آخری که اون دفعه، که راجع به این دوتا خیلی بیشتر تاکید خواهیم کرد و بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب اگر اجازه بدین یه خط دیگه میگیریم. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. حال شما؟ متشکرم. من جدیداً خیلی احساس خستگی میکردم، بعد خیلی مشکل به وقتی عرق سوختی در ناحیه جلو و پشت داشتم که حالت مثلا فانگس هم خیلی میشد، ولی سوزش های شدید. رفتم دکتر دواهای مختلف، بعد بهم گفتش که یه تست هموگلوبینم انجام بده و گفتش که همو بعد از اینکه جواب تست اومد گفت هموگلوبین خودت بسیار پایینه، شما هر لحظه ممکنه که بیماری دیابت بگیرین شماره 2، و گفت 3 ماه. بهش گفتم چیکار باید بکنم؟ 3 ماه باید کارب و شکر و اینا نخوری و ورزش زیاد بکنی، که البته من همه اینا رو دارم رعایت میکنم. مدت میخواستم ببینم شما چه ساجستشنی برای من داریم، باید چی کار بکنم. چند سالتونه شما؟ من 37 سالمه. اون وقت برای این فانگس و اینا گفتن که دلیلش چیه؟ گفتن همین تست هموگلوبین رو دادن بود دکتر، گفتش که همین احتمالاً همین اینه. اوکی. شما چقدر مواد قندی و یا لبنیات میخورین؟ والا مواد شیرینی یه مقداری میخورم، ولی لبنیات معمولا نمیخورم. شیر نارگیل میخورم هر روز. نارگیل میخورین، ولی چیزای شیرین یا آرد و اینجور چیزا زیاد میخورین یا میخوردین؟ اونم نه، هولویت میخورم، نونای همه هولویت استفاده میکنم. وقت آزمایش خونی که کردن گلوکوز و A1C ایناتون چجوری بوده؟ نرمال بوده، گلوکوزم نرمال بوده. A1C تون چی؟ نمیدونم، اونو اصلا حتی جا؟ هیچی به هم نگفته راجع به اون. کجا زندگی میکنین؟ توی سنحوزه. آه، سنحوزه هست. وزنتون چجوریه؟ وزنم چیزی بوده 20 pounds. 20 pounds. اون وقت این 20 پوند بیشتر همه دورور شکم و پهلوه؟ یا پخشه؟ ران و شکمه. بله، ران و شکم. یعنی تو رانتون هم. بازو چی؟ بازو و پشت و یا سینه چی؟ کم، زیاد نه. باسن چی؟ باسنم نه. پس بیشتر شکم و رانه. بله بله. پریوداتون مرتب هن؟ روی چیز هستم دیگه، قرص استفاده روی میکنم کنترل هستم. ولی متاسفانه 2 دفعه در ماه حداقل اتفاق میافته. خب اون وقت شما تو خانوادهتون کسی ناراحتی دیابت و اینا داشته؟ داشتن، مادر بزرگم داشت از طرف مادرم. اوکی. حاله های مادرم، داییام داشتن. اوکی. بعد الان شما رژیم غذاییتون به چه صورته؟ بگین که من اگه بتونم یه مقدار اینو با هم مرورش کنیم. من همین صبح یه دونه از این نونای هول ویت میخورم که 7 یا 12 گرم توش فایبر داره. بعد مثلا یا یه مقدار پنیر میخورم، یا پنیر اسفناج و گوجه و پنیر میخورم، یا تخم مرغ آب پز. شما که گفتین لبنیات نمیخورین که؟ یه کمی فقط پنیر. پنیر فتا هم نه، از این مثلا پنیرهای سوئیس یه ذره فقط میریزم که آب بشه رو اسفناج. خب اون وقت با روغن؟ نه خیلی نه. خب من با این کارتون زیاد موافق نیستم، به خصوص با اون علائمی که گفتین دارین.
علامه ییستتون این پنیری که دارین اینجوری ملتش میکنین اصلا نمیخوره به هم، یعنی کمکتون به هیچ وجه نمیکنه، خیلی هم اذیتتون خواهد کرد. حالا ادامه بدین، بعدا با هم برمیگردیم. اون وقت تخم مرغ هم میخورین فرمودین؟ بله بله، تخم مرغ آب پز میخورم. اوکی. بعد این صبحونتون معمولا؟ بله بله. خب اون وقت چند وعده غذا میخورین؟ دیگه من مثلا در طول روز یه موزی یه میوه میخورم، بعد ناهار دوباره مثلا بیشتر سعی میکنم مرغ و اینا بخورم، یا مثلا خیلی کم برنج باش میخورم، بعد دوباره بعد از ظهر همین یه میوه، و شامم همینجوری، حالا یا ایرانی باشه یا دوباره باشه گوشت و اینا هم خیلی کم میخورم. گوره خونیتون چیه شما؟ من به مثبت هستم. خب. البته از قرص و تیروئید شما هم هر روز میخورم. صداتون قطع و وصل میشه عزیزم. چی میخورین؟ تیروئید و چی؟ من از فم و تیروئید شما رو هر روز استفاده میکنم. فم و تیروئیدو؟ بله، روزی دوباره استفاده میکنم. اوکی. ولی کریو و اینا رو نمیخورین؟ نه خیلی. اوکی. شما کریو ما رو حتما به نظر من احتیاج دارین. البته من الان نمیخوام اینجوری بهتون بگم، تلفن کنین حتما بیشتر توضیح میدم. ولی کارهایی که میتونین بکنین، اولا وعده غذاهاتون رو خیلی زیاد کنین و حجمش بسیار کم. بله. دوما ورزشتون، چه ورزشی میکنین؟ هر روز میرم جیم روی ترید میل. این دستگاه ها حداقل بین 300 تا 400 کالری میسوزونم. مطمئن میشم که حتی 400 کالری رو برن کنم. خب اون وقت از نظر استرس و اینا چجوری هستین؟ زیاد، خیلی زیاد. فشار کاری زیاد دارم. ببینید اگر میخواین با دیابت قشنگ مقابله بکنین، سه ضلع یک مثلث در نظر بگیرین که یه ضلعش دایت، یه ضلعش ورزشه و یه ضلعش استرسه. اگر شما این سه تا رو بتونید به درستی باهاش مواجه بشین و دنبال کنین و خوب تحت کنترل داشته باشین، خیلی راحت میتونین مسئله رو مهار کنین. هیچ کدومش مثلا ورزش خیلی زیادش هم خوب نیست که دکتر گفتیم بهتون گفته ورزش خیلی زیاد بکن، نه، ولی یه ورزش روزانه بسیار لازمه. و اگر کارهایی میتونین بکنین که استرستون رو کم بکنه، بسیار مهمه. بسیار، یعنی به همون اندازه که خیلی مهمه که شما چیز شیرین نباید بخورین، به همون اندازه هم باید سعی کنین استرستون رو بیارین پایین. حالا یا با مدیتیشن یا با چیگانگ یا تای چی یا یوگا یا شنا یا گلدوزی یا باغبونی یا سفالگری یا موزیک یا هر چی که فکر میکنین که کمک میکنه به شما که استرستون رو بیاره پایین، حتما این کار رو انجام بدید، به خاطر اینکه بسیار مهمه. دکتر برای اینکه هموگلوبین آدم تنظیم بشه هیچ قرص؟ چرا، اونا رو به نظر من اگر شما تحت نظر ما پرونده دارین یا همینجوری داروها رو گرفتین؟ من از شما قبلا خیلی زیادتر دارو گرفته بودم، آیرون و چیزای دیگه تون هم استفاده میکردم. الان فعلا فقط فم و تایروئید رو دارم از شما استفاده میکنم. می‌خواستم ببینم چه چیزایی دیگه شما پیشنهاد. ببینین من ترجیح میدم که یه مشاوره کوچولو با هم داشته باشیم. آخرین باری که با من مشاوره داشتین چند وقتی پیش بوده؟ آخرین بار فکر کنم یک سال پیش. خب اگر یک سال پیش بوده، نه، پس فقط کافیه پرونده‌تون رو نگاه کنیم. احتمالاً شما استرس ما رو لازم دارین. خوابتون چطوره؟ خوابم خوبه. اوکی، استرس رو لازم دارین، کریو رو لازم دارین. این دوتا 100% یه پودر به نام نوروسل اون رو لازم دارین. ولی بهتره که یک کوچولو، یه 5 دقیقه 10 دقیقه از طریق آفیس با من یه صحبتی داشته باشین که من یه مرور کلی بکنم، بعداً داروهای لازم رو خدمتتون بدم. شما جواب تست منم احتیاج داریم؟ بله. براتون بفرستم؟ بله، یا ایمیلش کنین یا فکسش کنین که من اونو حتما داشته باشم، اصلا بذاریم تو پروندهتون داشته باشیم. ولی همین فردا تماس بگیرین که یه مرور کلی بکنیم ببینیم چه خبره، که بتونیم کاملا جلوگیری بکنیم، که الان خوب موقعیه که تماس گرفتیم که به اون مراحل به هیچ وجه نذاریم برسیم. خیلی ممنون ازتون آقای خواهش دکتر. یک دنیا تا... خواهش میکنم عزیزم، باهاتون صحبت خواهم کرد. خدا نگهدارتون باشه. دارم. خواهش میکنم. برنامه کیمیا بفرمایید. دکتر حال شما خوبه؟ متشکرم عزیزم، بفرمایید. آقا دکتر من یه مدتی بود چکم درد داشتم، بعد دهنم خیلی مزه تلخ، بعد اصلا نمیدونم چه مزه میداد، خیلی بد بود. رفتم چند بار دکتر و کولونوسکوپی و اینا، بعد یه دکتر خارجی به من گفت شاید این دهنه معده تو بسته نمیشه، اسید میزنه بالا، چون تک سرفه میکردم.
خیلی تک سرفه داشتم. بعد به من یه کپسولی داد، گفت اینو صبح به صبح یه دونه نیم ساعت قبل از غذا بخور. یه مدتی خوردم، ولی دکتر عمومی من ایرانی بود، گفت اینو باید همیشه بخوری، مثل این میمونه که مثلا تو راه روی شما آب افتاده، اگر نخوری مثلا تو اتاق هم آب میفته، باید اینو همیشه بخوری. من یه سهمایی خوردم، خودم یه روز در میونش کردم. بله. یه ماه هم اونجوری خوردم، دیگه قطعش کردم. چی یعنی بود داروت؟ گاهی وقتا میخوردم. الان دوباره دلدرد و تک سرفه، مخصوصا تک سرفه خیلی. چی بهتون دادم؟ اما پرازول بود؟ کپسولش نمیدونم راستش چی بود. خب، حالا شروع کردم بخورم، ولی نمیدونم این قرص واقعا باید همیشه بخورن یا نخورن. الان شروع کردم، ولی همین دلدرد کم و بیش دارم. شما فقط دلدرد میگیرین یا اینکه نفخ و ورم و گاز و باد و اینا هم دارین؟ نه، اونا رو نمیگیرم، فقط تک سرفه میکنم، خیلی تک سرفه. مثلا یک کلمه حرفی زنم هی اونجوری میشم، دهنم خیلی بد مزه میشه. مزه چیه؟ اصلا نمیدونم تلخه چی، نمیدونم. خب تلخه، ترشه، کدومه؟ اینا خیلی مهمه. اصلا تلخ میشه، بعد همش آب دهنم رو مزرعه میکنم، میخوام تف کنم دهنم، بعد خشک میشه، بس که آب دهنم رو میریزم بیرون بد مزه است. اون وقت رنگم داره آب دهنتون؟ زرد رنگه یا نه؟ آب دهنم رو بیرون میریزم که کف میشه دیگه. یه بالانسی بین اون صفرای شما و آنزیمای معده و لوزالمعده باید وجود داشته باشه که به احتمال زیاد. صفرام هم یه 7-8 سالی هست در آوردم. بله. بله، این من اولا موافق نیستم با اینکه شما یه قرصی رو برای این موضوع معدتون تا آخر عمرتون باید بخورید. و چالنج هم میکنم این ایده ها رو و چالنج هم کردم و بارها هم ثابت کردیم که نه، لازم نیست بخورن. بله. یک، بعضی موقع ها ممکنه بعضی از داروها رو یه شخصی تحت نظر پزشکش تا آخر عمرم بعد بخوره که جونش نجات پیدا بکنه. اونو من هیچ حرفی و بحثی درش ندارم. ولی چیزایی که برای آرتروز و معده و خیلی این چیزا میدن که میگن باید تا آخر عمر بخوری و باهاش بسازی و فلان و اینا، نه، خیلی راههای مختلف داره که میشه باهاش مواجه شد و کاملا از راه درست و از راه طبیعی و از راه اساسی اینا رو حلش کرد. منتها بعد یه مطالعه بشیم ببینیم که علتش چیه؟ آیا علتش به خاطر اینه که صفراتون به اندازه کافی نمیاد؟ آیا علتش اینه که صفرا، چون کیسه صفرا رو درآوردن، صفرایی که از کبد وارد این مجاری صفراوی میشه که بیاد زیادی میاد، یه دفعه میاد یا کم میاد؟ اینا بعد یه مطالعات خیلی دقیق انجام بشه روش. دوم این که امکان داره که شما کمبود یه سری اسید معده دارین و یا ممکنه کمبود اون آنزیم های لوزالمعده و یا پنکریاتیک انزایمز رو دارین که اینا هر کدومش یه ذره از بالانس خارج بشه میتونه شما رو دچار مشکلات مختلف بکنه. شما مزه ترش رو بیشتر هوس میکنین یا مزه شیرین رو؟ مزه ترش رو بیشتر هوس دارین یا شیرین رو؟ راستی زیاد فرق نمی کنه، ولی شیرین رو به اندازه. اون وقت گاز روده هم دارین؟ چی؟ گاز روده؟ نه گاز روده ندارین. یوبوستت و اینام ندارین؟ نه. هیچ گونه یوبوستت ناراحتی ندارین. بعد این حالت بدمزگی صبح که از خواب بیدار میشینه یا خیلی موقع هاست؟ نه، بیشتر وقتا همون قبل از اینکه قرصا رو بخورم، اصلا صبح که پا میشدم برم شاور میگرفتم میومدم بیرون، اصلا حالم به هم میخورد از بدمزگی دهنم. بعد روی پشت دستم تقریبا تا آرنجم یه گاهی وقتا مثل یه پنجزاری قرمز مثل کعیر میشد، ولی الان اون کعیر رو ندارم، اون حال به هم خوردگی به اون صورتم الان ندارم به اون شدیدی، ولی اون موقع ها چرا صبح که پا میشدم بعد که دهنم بدمزه بود، اصلا حالم واقعا حالم به هم میخورد تا یه چیزی دهنم بذارم حالم جا بیاد. متوجه. عرض کردم ببینیم به جای اینکه بخوایم با علامت بجنگیم، بهتره که ما ریشه رو پیدا کنیم. یه مقدار شما آنزیماتون باید بالانس بشه، یعنی با یه تماس با مطب ما یه مقدار یه چند تا چیز بهتون میدیم امتحان کنی، شاید احتیاجی به هیچ داروی شیمیایی نداشته باشه. بله، ولی باید یه مقدار، میگم باید، اون خیلی حساسه که این سه تا ماده‌ای که برای هضم و جذب لازمن، 5 دقیقه
لازمن حتما اونو بالانس باشه و به درستی هر کنش به درستی ترشح بشه که بتونه غذاتون درست هضم بشه که چیزی اونجا نمونه که هی بزنه بالا. اون دریچه معدتون هم من نمیدونم اندوسکوپی کردن ازتون جان؟ بله بله. خب چی گفتن؟ نتیجه اندوسکوپی چی بوده؟ گفت همه چیزت اوکیه. تماس بگیریم ببینیم چیکار میکنیم. اگر همه چی اوکی باشه که خب این علائمو نخواهید داشت، ولی خب من هیچ گونه رژیم غذایی نداد، اصلا نگفت اینو بخور اونو بخور، هیچی نگفت. ولی شما سعی کنین به هیچ وجه غذاهای سرخ کردنی نخورین عزیزم، به هیچ وجه. هیچ گونه روغن داغ شده، هیچ چیزی که با روغن داغ شدهش نخورین، تخمه و پسته و اینجور چیزا نخورین. فقط اگر بادوم خام پوسکنده اگر خواستین میتونین خوب خوب بجوین یه کمیشو بخورین، ولی بقیه آجیلالات نه. تعدیق چیپس نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده، هر نوع غذای سرخ کردنی، خورشایی که چیز سرخ میکنین توش، اونا رو باید کاملا امتناع کنین. ادویجات رو نمیدونم، گوجه و بادمجون اینا چیه؟ گوجه رو ممکنه گوجه برای شما زیاد مناسب نباشه، بادمجون رو نمیدونم امتحان کنین، ولی بادمجون بدون روغن امتحان کنین. روغن نباید داغ شده باشه برای شما به هیچ وجه. بله. بعدم لبنیات شاید برای شما ایده خوبی نباشه، مواد قندی زیاد نخورین و به خصوص کافئین یا مثلا فرض کنید الکل، اینا هم زیاد مناسب نیست. غذاهاتون باید خیلی خیلی ساده باشه، مثل غذایی که بیبی ها تازه میخوان غذا بهشون بدین شروع میکنین چیزای خیلی ساده بهشون میدین. اینا رو شروع کنین، کارو رو بکنین، بعد اگر دیدین هنوز احتیاج هست با ما تماس بگیرین، من کمکتون میکنم. خیلی ممنون. من صبح به صبح یه لیوان کافی رو میخورم، میگم برات خوب نیست، ولی اصلا موافق نیستم با این کارتون. همین یه دونه رو قطع کنین شاید 50% مشکلتون حل بشه. دروغ به شما نمیگم، غذای من اگر آب پز اینا باشه اصلا میل به غذا ندارم، تماما همه چیزو سرخ کرده میخورم. پس ببینید، پس احتمالاً به خاطر همین عیزم، به خاطر همینه. آره. بعد به من گفتم باید تو نون نمیدونم مخصوص بخوری، برنج مخصوص بخوری. اول از همه شما این سرخ کرد روغن داغ شده رو قطع کنید ببینید چند درصد بهتر میشین، و قهوه، این دوتا رو قطع کنین با من تماس بگیرید. اوکی باشه، مرسی، خیلی ممنون آقا دکتر از برنامه‌های خوبتون. خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارتون. باشین، قربان شما، خداحافظ. برنامه کیمیا بفرمایید. آقا دکتر سلام. سلام از من، دست بفرمایید عزیزم. ببخشید دکتر، من از فلوریدای امریکا زنگ میزنم. جانم. از حضورتون که سوال رو من نمیدونم مثلا چجوری باید مطرح بکنم. یکی از شنوهای ما از تهران با من تماس گرفته و ایشون میگه که بچه پسر بچه 2 ساله‌ای داره که بیماری داره به نام ای بی. ای بی؟ ای بی، بله. ای از ان ایگل، بی از ان بوی. و میگفتش که برای چندین دکتر هم برده و نارسایی پوستیه. میگه بدنش تمام تاول میزنه این بچه 2 ساله و زیر این تاولا، توی این تاولا خون و به اصطلاح یه مایه جمع میشه که اونا رو میترکونن و اون مایه میاد بیرون. میگفتش دکترهای ایران هم گفتن این هیچ راه حلی نداره، مشکلی در ایران درمان نداره. من نمیدونم شما اصلا چیز در مورد ای بی یا نارسایی پوستی که بدن تاول میزن و من راجع به این نارس اسمشو نشنده بودم که به ای بی، ولی همچین نارسایی که این تاولو میزنه رو بله شنیدم بارها که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که باید کاملا مطالعه بشن. کاملا 2 سالشونه فرمودین؟ پسر بچه 2 ساله. بعضی موقع ها با قطع کردن یکی دو تا غذایی که ممکنه آلرژن باشه و بهشون آلرژی دارن این مشکل ممکنه حل بشه. البته باید مطالعه بشه شخص. مثلا فرض کنیم من یکی دو تا کیس اینجوری داشتیم که بچه های 1.5 ساله اینجوری بودن، لبنیاتو کاملا قطع کردیم 70-80% فوری بهتر شدن. حالا من نمیدونم در مورد ایشون صدق میکنه نمیکنه چجوریه، ولی بهترین پیشنهادی که من برای شما میکنم، چون شما اطلاعات خیلی زیادی راجع به ایشون ندارین، بهتره که خودشون با ما تماس بگیرن مستقیم، یا با مطب ما تماس بگیرن یا با اون شماره که نوشته ایران تماس بگیرن که یه مقدار ما بیشتر اطلاعات بگیریم ازشون و بعدن شاید اونجوری بیشتر بتونیم کمکشون کنیم. بله، پیش چند تا دکتر متخصص پوست و اینا هم بردن، گفتن که متاسفانه این در ایران چیزی علاج نداره، باید ببرید خارج از کشور
و از من به من زنگ داده بودن ایشون گفتن از امریکا برای من دارو بگیر بفرست. گفتم نه نه من اصلا نه شما قبل از اینکه کجا باید نه 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 شما دارو مار این ببینید اگر که واقعا براتون مهمه بگین یه تماس کوچولو با من داشته باشن. امریکا اصلا نمیشه بدون پرسکریپشن به کسی دارو نمیدن. اصلا نه اون باید کاملا مطالعه بشه ببینیم دقیقاً چه خبره. من حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که یه صحبت کوچولو باشون داشته باشم ببینم قدم بعدی براشون چی میتونه باشه. پس به همین شماره تهرانتون، به همین شما ایران زنگ بزنید 937. بله میتونم به اون بزنم یا به شماره مطب، فرقی نداره. شماره مطب رو میفرمایید چون اون تصدیقه من رفت داشتم. 818 بله 348 348 1020 1020 بله عزیزم سپاسگزارم. خواهش میکنم موفق باشین. خدا نگهدار. وارتان جان وقت تمومه؟ دوستان عزیزم کسانی که روی خط هستین خواهش می‌کنم روی خطوط بمونین. خانم ژاله تلفناتون رو می‌گیرن و به اونها رسیدگی می‌کنن. ازتون تشکر می‌کنم که محبت کردین و وقت گرانبهاتون رو گذاشتین و به تماشای این برنامه نشستین. از آقای وارتان عزیزم تشکر می‌کنم به خاطر کارگردانی فنی برنامه. اگر می‌خواید تحت نظر ما باشین از مکمل‌های ما استفاده کنین یا پرونده تشکیل بدین و غیره و یا کتابو تهیه کنین مستقیم با مطب ما تماس بگیرین که در خدمتتون باشیم. از طریق ایمیل و از طریق پیامگیر شخصی و از طریق فیسبوک هم میتونین با ما در تماس بشین. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روزافزون دارم. خدا نگهدار.